سلام من و همه همکارانم به شما همراهان عزیز خوشحالیم که با برنامه جدیدی برای نویمانان عزیز در خدمت شما هستیم در این برنامه با آداب و رسوم مسیحی خواهیم پرداخت و امیدواریم که معنی و مفهومی که در پس این آینهایی چون اشای ربانی و قسط تعمید هست مورد توجه شما قرار بگیره مهمان ما در این برنامه آقای کوروش جهانشاهی قاجار هستند که با حضور ایشون و همراهی شما عزیزان پنج آین و عید مسیحی از جمله کریسمس، غسل تعمید، عشای ربانی، عید پاک و عید پنتیکاست رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و با ارائه تعریفی از هر یک اشاره خواهیم داشت به هدف از انجام اون آین شاید برای شما هم جای سوال بوده که فلسفه بابا نوئل چیه؟ و یا چرا برخی از مسیحیان 6 ژانویه رو جشن میگیرن و برخی 25 دسامبر رو آیا انجام مراسمی چون غسل تعمید و عشای ربانی میتونه صرفا نمادین باشه و یا معنای عمیقتری رو در بر داره منتظر تماس های شما هستیم روی خط های تلفن برنامه ایمیل فیسبوک و اس همراه با شما و پاسخوی سعادت شما میشه رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه میشه <میش> همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امیم، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی بسی میشه رنگ آسمون زمینمون بود وقتی دستامون تو دست هم باشه وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی بینندگان عزیز چهارشنبه دیگه از راه رسید و ما خدمت شما نو ایمانان عزیز و نه تنها نو ایمانان هر کدوم از شما که بیننده این برنامه هستین در خدمت شما هستیم و همینطور که شما میدونید در هر مذهبی یک سری آداب و رسومی و آین هست که طرفداران و پیروان اون مذهب به اونها احترام میذارن و حتی اونها رو اجرا میکنن در مسیحیت هم ما یک سری آداب و رسوم ها و اعیادی رو داریم که بهش اعتقاد داریم و در روزهای خاصش اونها رو اجرا می و به یاد میاریم مخصوصا این روزها افرادی از ما که در کشورهای مختلف زندگی می کنیم می بینیم چقدر حال و هوای کریسمس هست بیرون از خونه ها میریم تزینات درخت کریسمس رو می بینیم. مردم در هیاهوی خرید هدایای کریسمس هستن و بابا نوئلی در کار هست و خیلی چیزای دیگه که یک شور و هیجانی رو در مردم ایجاد کرده ممکنه شما هم بیشتر بدونید که این عید کریسمس به چه مفهومی هست آیا برای این چیزایی که ما میبینیم معنی عمیقتری داره و همینطور اعیاد دیگه مثل پنتیکاست، عید پاک و همچنین آینهای اشای ربانی و تعمید آب چه مفاهیمی دارن و ما خوشحال هستیم که مهمان برنامه امروز ما آقای کوروش جهانشاهی قاجار با ما هستند که به طور مختصر به هر کدوم از این موارد میپردازیم جناب کوروش خیلی خوش اومدیم به این برنامه سلام. و عرض سلام مرسی جان من هم ضمن سلام و عرض عدب به تمام دوستان عزیز که پای گیرنده هاشون هستن آن که این برنامه و صحبت های ما براتون مفید باشه و آموزنده خیلی ممنون بردر خب ما میخوایم بریم سر مسئله کریسمس چون الان دور ایام کریسمس بله. هم هستیم هم ایام شاد و در این حال خیلی با مفهوم هست. بعد کوروش ممکنه برای بیننده هم این جالب باشه بدونن که اصلا <تصفح> معنی کلمه کریسمس بله. چی هست. خب کریسمس از دو کلمه کرایست ماس گرفته شده. بله. خب کرایست که به معنی لقب عیسی مسیح به معنی مس شده هستش خب میدونیم که عیسی مسیح یا همون جیزس کرایست یا حالا ما تو فارسی همون عیسی مسیح رو بهش میگیم عیسی اسم مسیح اسم و مسیح لقب عیسی مسیح هستش بنابراین عیسی که به معنی نجات دهنده و مسیح به معنی مس شده از خداوند هستش خب این کلمه کریسمس یا همون کرایست مس به انگلیسی حالا کریسمس گفته میشه بهش به معنی این هستش مس مراسمی هستش که در کلیساهای مختلف از قرن هشتم به صورت آداب و رسوم کلیساها در اومد یعنی مراسمی هستش که از قرن هشتم و حتی قبل از اون شاید از قرن پنجم ششم بشه گفت که این به وجود اومد و توسط پاپ اعظم پاپ گریگوری اول به شکل مس اصل کلیسای کاتولیک در اومد در این مراسم به این صورت هستش که مسیحی ها دور همدیگه جمع می و با خوندن یک سری آواز ها و کلامی که همش برگرفته شده از بیشتر مزامیر داوود بودش هدایت می شدن از طرف یک کشیشی که اینها رو هدایت می کرد به کل این مراسم که شامل 15-16 قسمت بود و امروز در خیلی از آثار کلاسی که به همین نام یعنی مس های مختلف موسیقی نامیده میشه این 15 -16 قسمت رو جشن میگیرن ولی چیزی که هستش در مورد کریسمس این به معنی مس یا همون مراسمی هستش که ملقب شده و داده شده به کرایست یا عیسی مسیح هست پس کلمه کریسمس از دو کلمه کرایست و مس گرفته موضوع شده موضوع ربانی رو هم توش داره کلمه مس یا نه؟ بله یه بخشش هم عشای ربانی هستش که الان رو تو جای خودش بهش اشاره میکنه و اما بعضی از سمبول های دیگر هم خوبه بهش بپردازیم به عنوان مثال فلسفه بابانوی بله. از کجا میاد؟ خب ببینید در دل کریسمس که 25 ژانویه گرفته میشه اول اگه اجازه بدی یه اشاره بله. به این زمانش بکنیم چون شما گفتین جانویه دسامبر <تصفح> دسامبر ببخشید بله 25 دسامبر هستش خب میدونیم که خیلی از مورخین و خیلی از الهیدانان مسیحی و به ذق یقین دقیقا تاریخ تولد عیسی مسیح شاید 25 دسامبر نبوده دلیلی که این تاریخ گرفته شد برمیگرده به قرن چهارم و زمانی که میدونیم که کنستانتین مسیحیت رو به عنوان آین اصلی کلیساهای روم قرار داد یعنی بله. که کل آین مسیحیت در کلیساهای در امپراتوری روم پذیرفته شد بله. از این تاریخ بود که ما میدونیم که قبل از اون در امپراتوری روم یک آینی بود که به نام آین میترایی که اتفاقا ریشه اون در ایران به وجود اومد که پرستش الهه ماه یا همون میترا که الهه ماه، الهه عشق و زیبایی و الهه آبهای پاک بود که در بیشتر ایران جشن گرفته میشد بله. خب این آین به خاطر نزدیکی دو امپراتوری ایران و روم توسط ایران به امپراتوری روم منتقل شد و در امپراتوری روم دیگه بعد از اینکه آینهای بت پرستی که خدایان مختلف رو میپرستیدن در زمانی که عیسی مسیح خب مسیحیت امپراتوری روم رو گرفت بیشتر آینه میترایی بود که دین برتر روم بود در آین میترایی در روز 25 دسام جشنی گرفته می شود که این جشن چون در دل زمستون گرفته می شود در, در در این جشن ظهور روزهای طولانی تر رو کسایی که این آین رو داشتن جشن می گرفتن برای همین که خیلی شب یلدای ما هم به این نزدیکه می شب یلدا زمانی هستش که از فردای اون طول روز کم کم طولانی تر میشه. بنابراین میترایی ها یا کسایی که دین قبل از مسیحیت رو در امپراتوری روم داشتن در روز 25 دسامبر دور همدیگه جشن میگرفتن و طلوع روزهای بلندتر رو با همدیگه برگزار میکردن به تب وقتی که کنستانتین مسیحیت رو پذیرفت اومد یک تدبیری اندیشید و گفتش چه خوبه که ما هم این آین رو دقیقا در همین روز بندازیم و اتفاقا به من کار خوبی کرد چون خیلی از مردم به جای اینکه برن در بودکده ها حالا میترا یا هر الهه دیگه رو بپرستن کم کم در همون روز اومدن توی کلیساها و خدای زنده واقعی رو پرستیدن یعنی این تدبیری که کنستانتین کرد اتفاقا به نظر من یک صلاحدید هم سیاسی داشت و همین که سلاح دیدی داشت که بعدها در مسیحیت زنده مون پس ما اتفاقا خیلی خوشحال هستیم که این روز رو یعنی 25 دسامبر رو جشن میگیریم شاید تولد واقعی عیسی مسیح این نبوده خیلی‌ها میگن که تولد عیسی مسیح در حوالی سپتامبر و اکتبر بوده میگن شبانه و بله دقیقاً دقیقاً, دقیقا. دقیقا. به, دقیقا. به همین دلیل که در انجیل متی گفته میشه و ولی این تدبیر رو کنستانتین کرد که در این روز به جای اینکه مردم برن در بتکدا بت رو بپرستن در کلیسا جشن میگرفتن تولد عیسی مسیح فقط زیباست که یک مفهومی که متفاوت بوده و یک مفهوم شقدر. مسیحی جالب در مورد دو چیز دیگه که شما اشاره کردید یکی در مورد خب اینا هر کدوم شاید بیشتر بشه توضیح دادن من خیلی مختصر توضیح میدم در مورد درخت کریسمس درخت کریسمس دقیقا از قرن دوازدهم در کشورهای شمالی اروپا یعنی در آلمان که اون موقع جرمانیا نامیده میشد و کشورهایی که وایکینگ ها به... که همون اقوام گوتا بودند به نزدیکی مسیحیت رو پذیرفتن بعد از اینکه میان به امپراتوری روم رو میگیرن خودشون مسیحی میشن و این درخت کریسمس رو از آین کشورهای شمالی گرفته شده درخت کریسمس میدون که کاج هستش کاج به علت اینکه هیچ وقت سال زرد نمیشه و هیچ وقت خشک نمیشه پس این سمبولی هست از سبزی و شادی که در زندگی یک ایماندار هست و ایماندار هیچ وقت نخواهد مرد و همیشه زنده هست به این دلیل این سمبولی سبزی که در درخت کاج هست زندگی و شادابی رو متجلی میشه که در زندگی یک ایماندار میتونه باشه پس ما هم همونطور که درخت کاج هیچ وقت نمیمیره در مسیح همیشه زنده خواهیم بود اون ستاره ای که بالای درخت کاج میذاره واقعا بعضی ما مهمترین بخش اون درخت اون ستاره هستش که اون در اصل سمبل همون ستاره ای هستش که در انجیل متا راهنمای شبانان بود در انجیل لوقا راهنمای شبانان بود که به محل تولد عیسی مسیح اونها رو هدایت کرد پس اون ستاره دقیقا ستاره ای هستش که مجوسیان رو به محل تولد ایستای مسیح میبره تا اوشالیم مجوسی ها رو هدایت کرد چون وقتی که به اوشلیم رسیدن بلده. میپرسیدن که ایسا که کجا بله. است بود و دقیقا یعنی از محل اومدنشون که احتمالا مصر ایران و بابل بود اینها رو منتقل میکنه به اورشلیم که محل تولد اون پادشاهی بود که در کتاب های وعده داده شده بود بلده. و در بابا نوئل. <applause> بابا نوئل بر من خیلی دارم سریع میگم شاید هر کدوم جای توضیح بیشتری داشته باشه که با عرض معذرت از بینندگان چون مطلب زیاده اینا رو ما خلاصه میگیم بابا نوئل که در کلمه به نام سانتا کروز یا سنت کروز گفته میشه این هم برمیگرده به یک به قول معروف یک خادم خیلی وفاداری که در قرن دهم زندگی میکرد و در کشور روم زندگی میکرد در امپراتوری روم زندگی میکرد وقتی که مسیحی شده بود سنت کروز که خب اسم اصلیش کروز بود و این فرد خیلی آدم خیری بود گفته میشه در تاریخ خیلی آدمی بود که کارهای خیر میکرد خیلی از بینوایان پرستاری میکرد به مردم خیلی کمک میکرد و اسمش خیلی خوشنام بود در شهری که زندگی میکرد و این فرد بعدها کم کم مقام های کلیسایی میگیره کیشیش میشه و بعد از اون به مقام کاردینالی میرسه خب کاردینال میدونیم یکی از دوازده نفری هستن که از بینشون پاپ انتخاب میشه و کاردینال بعد از پاپ بالاترین مقام کلیسای مسیحی هستش کاردینال ها لباس قرمز می پوشن و این مشخصه کاردینال ها گ... اگه شما توی مراسم دستگذاری پاپ دیده باشین دوازده کاردینال قرمز پوش میان و بر روی پاپ دستگذاری می و اون رو به مقام پاپی انتخاب می کنن. این لباس قرمزی که سانتا کروز می بعدها بعد از اینکه کاردینال هم شده بود چون به کارهای خیرش ادامه میداد، سمبلی سمبولی شد از لباس قرمز سانتا کروز که امروز اون رو جشن میگیرن و چون هدایا به مردم به بچه ها میداد این رو کردن نمادی از بابا نوئل که در کشور شرقی به نام بابا نوئل که نوئل میدونه اسم دیگه کریسمس هست و سانتا کروز که اینجا گفته میشه که همون سنت کروزی هستش که کاردینال بود و به خاطر لباس قرمزش سمبولی شد از بابانوئلی که امروز در مسیحیت و هست. احترام ایشون امروز قرمز پوشیدن. خیلی خوب هم بهتون باباستر... میاد. <تصفح> بله. <تصفح> <تصفح> بله خیلی ممنون. بعد کروش میدونم که راجب بود الهیاتی کریسمس صحبت شده بله. در برنامه راز کریسمس و صحبت خواهد شد. و فقط اگه بخوایم در یک جمله بگیم که کریسمس چه بله. مفهومی داره از نظر بله. روحانی کریسمس تجسم خداوند بر روی زمینه اینو همیشه بردارد باد میگه من کامل ترین مفهوم کریسمس هست روزی هستش که خدا جسم پوشید و بین ما ساکن شد و ما تونستیم خدایی رو که با ما کیلومترها و قرنها فاصله داشت در جسم ببینیم کسایی اون رو بغل تونستن بکنن دست ها گذاشته شد و شفاها جاری شد و در جسم ما نجات دهنده و صورت واقعی خدا رو دیدیم در واقع تولد نجات دهنده دقیقاً جهان یا ده. جسم پوشیدن ده. نجات دهنده جهان رو ما در این روز جشن میگیم صرف از که تاریخ چی میگه شاید حتی این روز واقعا تولد مسیح نبوده ولی مهم اینه که چندین میلیارد مسیحی در جهان در یک بعد از ظهر یعنی 25 دسامبر تولد منجی خودشون رو جشن میگیرن و 6 ژانویه رو هم جشن بله. میگیرن که موضوعی است بردن... بره بره بله. که بعداً هستن بله که بعداً در یک جلسه دیگه بهش پرداخته بله. میشه و در این تا میخواستم بگم جالب بود که من وقتی کتاب مقدس رو میخونم در انجیل متی باب دو ما فکر میکنیم بعضی از ممکنه فکر کردیم سه تا مجوسی میرن عیسی رو ببینن در حالی که تعدادش رو نمیگه سه تا هدیه میبرن به عیسی تقدیم میکنن ولی ممکن این تعداد مجوسی ها بیشتر از سه تا بوده و جالب اینجاست که مجوسی ها یعنی ستاره شناسان و این کلمه کلمه زرتشتی هست یعنی این کلمه از مجوس به معنی هم ستاره شناس و هم همون کیمیاگر زرتشتی است پس قطعا یکی از این مجوس یا بیشتر از کشور ایران اومده چون ایران هم همراه بابل و مصر پیشتاز در مسئله ستاره شناسی بود پس چقدر ما افتخار میتونیم بکنیم که در روز اولی که عیسی مسیح به دنیا اومد بین ما ساکن شد حداقل یک یا چند تا ایرانی در این مراسم شرکت داشتن و هدایای خودشون رو دادن این افتخاریه برای واقع. ما ایرانی‌ها واقعا چقدر افتخار هست و در انتهای اینکه که گویی از قرن 20 به بعد کریسمس رو فقط مسیحی‌ها جشن نمی‌گیرن نه. نه غیر مسیحی‌ها جشن بله. این جالب هست دقیقاً شما الان توی لندن یه شهر من فکر میکنم چندین ملیتی و چندین مذهبی است یعنی ما تو شهر لندن از های مختلف از ادیان مختلف داریم ما بودایی داریم هندو داریم مسلمان داریم مسیحی داریم یعنی لندن یکی از اون کازموپولیتانایی است که از تمام شهرام که ادیان مختلف داره و شما امروز ببینید در تمام محلا در تمام جاها بوی کریسمس هست چون نمادی از همبستگی مردم برای یک فردی هست که برای نجاتشون اومده خوبه شادی مردم عادی می‌بینه هدیه‌هایی که به هم میدن دقیقا. خیلی ممنون برادر کوروشون وقت ما کوتاه اگه اجازه بدیم بریم سر موضوع دوم که داره. تعمید آب هست داره. رسم تعمید آب هرچند اینجا بررسی شده مفصل ولی اگه میشه در دقایق کوتاه اشاراتی بهش بشه خب دومی مراسمی که در مسیحیت شاید اهمیت داره و خیلی اون رو کلیسه های مختلف و اناوین مختلف و اشکال مختلف برگزار می‌کنه مسئله تعمید هست اینجا من یه مسئله رو باید بگم دوستان تعمید به معنی نجات یافتن شما نیست یعنی تعمید به معنی تولد تازه نیست تولد تازه رو شما قبل به دست میاری یعنی شما به وجود نجات دهندتون و به وجود کسی که نیاز داریم برای بخشیده شدن گناهاتون قبلا ایمان آوردین و بعد وقتی که پایه های الهی این ایمانتون در شما تثبیت شد و فهمیدین که به قول معروف مسیحیت غیر از بود الهی و بود احساسیش یه سری جنبه های اکادمیک هم داره و در کلاس های نوعی ایمان معمولا این دوره رو میگذرونن خیلی از کلیسا ها مثلا پروتستان خیلی به این مسئله اهمیت میدن که تا... کسی که تولد تازه رو به دست آورده باید یک سری اصول اعتقادی مسیحی رو هم بگذرونه بعد از اون برای اینکه به همه نشون بده و به خودش نشون بده که به طور کامل به ایسای مسیح ایمان داره و میخواد زندگی خودش رو وقف ایسای مسیح بکنه تعمید رو انجام میده حالا این دقیقا به این صورت هستش که وقتی که کسی به ایسای مسیح ایمان میاره در اصل در انسانیت گناه آلود گذشته خودش میمیره پس ما یک انسان دقیقا یک انسان در گذشته خودش مرده حالا این انسان مرده رو کسی معمولا تو خیابون یا جایی ول نمیکنه این انسان رو دفن میکنه پس تعمید دقیقا به معنی دفن شدن مایی هستش که در انسانیت گذشتمون مردیم پس اهمیتش در زندگی روزمره به این شکل هست که ما رو که میمیریم باید همونطور که دفن بکنن کسی رو هم که در انسانیت گذشته گناهالود خودش میمیره دقیقا در حوض تعمید دفن میکنن و همونطور که عیسی مسیح در روز سوم رستاخیز پیدا کرد وقتی که از آب میاد بیرون دقیقا نگاه گناه های خودش رو در آب برجا میگذاره و رستاخیز پیدا میکنه کمان که در کولسیان باب دو آیه و رومیان باب شیش بله. آیه سه تا چهار به همین مفهوم اشاره میکنه دقیقا و اتفاقا یکی از فرمانهای بزرگ مسیح هم هست متی 28 و 20 دقیقا میگه پس رفته اومتها رو شاگه سازی و آنها رو تعمید دهید پس تعمید یکی از فرامین ایسای مسیح هست برای همینه که در همه کلیسای جهان صرف از فرقه و شاخه‌ای که دارن همگی اونها مسئله تعمید رو اهمیت میدن چون سمبولی هست از مسیحی شدن نه تولد تازه بلکه مسیحی شدن و اعلام اون به همه حالا بعضی از کلیساها تعمید رو فقط با پاشیدن آب به صورت برگزار میکنن بعضی از اونها افراد رو به صورت زانو زده در آب تعمید میدن بعضی از اونها هم اونها رو به صورت برگشته در آب قوطه بر میکنن کلمش بیشتر به مفهوم قوطه بر شدن بلید. هستن ولی همیشه نمیشه این کارو انجام داد نه چون آب فراوان نیست در همه جا و عیسی مسیح هم به احتمال خیلی زیاد توسط یحیی به همین صورت تعمید گرفت چون یحیی افراد رو در رودخانه اردن تعمید میداد و در رودخانه به طور معمول نمیان آب و به به صورت کسی حتما مسیح رو یحیی هم در آب قوطه کرد نه. پس بنابراین این مفهوم تعمید به این صورت به نظر من کاملتره ولی باز من اعتقاد بقیه کلیسا رو در مورد تعمید احترام میذارم بله بعد از کوروش شما گفتین نمادی هست البته برنامه بود راجع به تعمید و وارد این بحث نمیخوایم بشیم چون بینندگان میتونن اون برنامه رو هم نگاه کنن ولی کارشناس برنامه اشاره کردن که برخی از آیات هم در کلام هست که گویا تعمید یکی از عناصر نجات هست یعنی که تعمید یک مهر تایید بله. فقط بله. یک نماد بله، نیست مثلا در, در رسم... مرقس 16, -16 میگه هر که ایمان آورد و تعمید یابد نجات خواهد یافت و در اعمال باب دعای 38 وقتی که پتروس موعظه کرد گفت بعدش که همه شما به خاطر آمرزش گناهانتون تعمید بگیرید این ارتباط داد آمرزش گناهان رو با تعمید, تعمید. یا اینکه در اعمال باب 16 نمونه هایی رو میبینید که خانواده زندانبان فیلیپی و تعمید گرفتن بلافاصله بله بعد از نجات دقیق پس دقیق در بعضی وقتا انگار تعمید بلا فاصله بعد ببیرش. از نجات در انجیل مرقس هم گفتی ایمان آورد و تعمید یابد ببین اینجوری نیست که فرد بدون ایمان بدون پذیرش مسیح به عنوان نجات دهنده اگر تعمید بگه بگیر, بگیر نجات داره این اشتباهه اینو من مطمئنم که تمام الهیدانان مسیحی رد میکنن بقید. یعنی تعمید باعث نجات شما نمیشه در وحله اول شما ایمان میاری وقتی که ایمانت حالا به اون مرحله رسید که آماده شد این رو اعلام بکنی حالا این نجات خود رو به همه اعلام میکنی پس ثمید در از اعلام نجات ما در اه... اون اه... حوزی هستش که به اون صورت تعمید داده میشه خیلی ممنون بعدا خوشا راجع به این موضوع صحبت زیاد شده اگه اجازه بدیم بریم سر مطلب بعدی آه... که شام خدابند هست بله. این آه... موضوع رو اگه میشه ما در بیشتر بله. بشکافیم که این چه رسمی هست که چقدر مهم بله. هست خیلی مهمه خب شام خداوند عشای ربانی, عشای ربانی, ربانی هم بهش میگن بله این شاید مهمترین و کلاسیکترین رسم تمام کلیسا در تمام جهانه بله. مخصوصا کلیساهای کاتولیک خیلی به این مسئله اهمیت میدن در قرن 11 هم کیشیشی اومد و اعلام کرد که در حقیقت عشای ربانی نماد نیستش از خون و بدن مسیح بلکه خود خون و بدن مسیحه یعنی با اون دعایی که کیشیش میکنه بر روی نان و شراب که میخواد تعمید داده بشه بدن و خونه عیسی مسیح رو به حقیقت اونجا ما مجسم میکنیم یعنی تا این حد تعمید مهم بوده ببخشید، اشای ربانی مهم بوده و اهمیت داده شده حالا، بله. همونطور که خیلی از شما میدونین ما در اشای ربانی دو تا چیز رو بهش خیلی تاکید میکنیم یکی رابطه عمودی ما با خدا و یکی رابطه افقی ما با دیگر ایمانداران که این دوتا موازی با هم و هم همدیگه هم دیگر اهمیت دارن در, در عشای ربانی هستش که ما در یک جایی جمع میشیم در کلیسا و بدن و خون ایسای مسیح رو که نمادی هستش از اون نان و شرابی که خود عیسی مسیح در چار انجیل گفته میشه پاره میکنیم برای اینکه نشون بدیم که عیسی مسیح به خاطر ما و به خاطر گناه های ما دقیقا روی صلیب رفت و مرد پس اون نونی که ما تیکه پاره میکنیم در اصل نمادی است از, از بدن مسیح بر روی صلیب که تیکه پاره شد به خاطر گناه های ما مذروب شد، شلاق خورد، میخ توی دست و پاش رفت تاج خار روی سرش گذاشتن یعنی واقعا از اون بدن همونطور که ما نان رو تیکه میکنیم فقط پاره هایی واقعا مونده بود که واقعا بدن خورد شده بود و خونی که یک خون عادی نبود روزی جان ببین خون عیسی مسیح تواتی که با تمام افراد دیگه دارن که این خون آری از گناه بود ببین در انسان سقوط کرده در انسانی که این گناه به صورت همگیر در انسان ها هست این صفت ژنتیکی گناه در خون تمام انسان ها وجود داره و هر انسانی وقتی که به قدرت میرسه که گناه انجام بده فوری شروع میکنه به گناه کردن ولی خون عیسی مسیح چون از نسل خود خدا بود چون از روح خدا بود آری از این صفت گناه بود باید. بنابراین این خونی هستش که میتونه گناه های ما رو پاک کنه برای همینه که عیسی مسیح به وضوح میگه که این آین رو به یاد من به یاد بیارین باید. که در اون بدن و خون من رو در از زنده بکنی بله. اینه که اینقدر بهش تاکید شده بله. و در کلیساهای های مختلف حالا در کلیساهای های اولیه در رساله قرنتیان ما میبینیم بله. که ظاهرا اینجا اینا اونا دور هم دیگه میشن و واقعا شامی با هم میخوردن ولی بله. امروزه در کلیسا معمولا به صورت مختصرتر شده و به صورت فقط نان و شراب یا نان و آب انگور داده میشه که این دقیقا نمادی هستش از بدن و خونه ایسای مسیح بله. و به نظر من مهمترین این از مراسم و چیزهای را... مسیحیت هستش بعد بله، کروش بعضی به برخی از آیات اشاره می مثل اول قرنتیان باب ده آیه 16 بله. یا بله. 655 تا 56 اول قرنتیان باب ده آیه 16 رو اگه اجازه بدیم بخونم بله. که میگه آیا جام برکت که آن را مبارک می شریک شدن در خون مسیح نیست و آیا نانی که پاره می کنیم شریک شدن در بدن مسیح نیست بله. که ادامه میده میگم بر اساس این آیات بعضی ها این تفسیر رو میکنن که اون نونی که ما میخوریم یا شرابی که می‌نوشیم واقعا در واقع همون خون و بدن مسیح هست تبدیل میشه ده به ده همون ده. همون دیدگاهی که بعضی ده. از کاتولیکا ده. دارن ولی ما نمیتونیم چنین نتیجه گیری بکنیم یا چه نظری در این داریم پروتستان مستقیما حالا من تا جایی که میدونم مستقیم میگن که این نمادی هست از بدن و خون مسیح یعنی اون خون و, مسیح، خون و بدن مسیح رو در اصل اون نون و شراب رو نماد و سمبولی از بدن و خون مسیح میدونن ولی کس... ولی کاتولیک که اهمیت مراسم معمولاً مرس... عشا در کاتولیک بیشتر هست کلیسای کاتولیک معمولا هر هفته عشا دارن و کیشیش کاتولیک هر روز عشا میگیرن خیلی جالبه آه. که این رو یادآوری میکنن برای خودشون هر روز این رو به صورت کاملا مستقیم و به صورت تحت و لفظی میگیرن یعنی دقیقا نونو شراب رو خود بدن و خون عیسی مسیح میدونن که به وسیله دعای کشیش دقیقا تبدیل به خون و بدن مسیح میشه ما پروتستان ها این رو سمبولی از بدن و خون مسیح میدونیم بله. که این تفاوت خیلی ش... چیزی نیست هر دو تا کلیسا به اینها اهمیت میدن و خدا رو شد که در مراسم تعمی در مراسم عشا کلیساها ها واقعا من کلیسای رو ندیدم که در این مسئله بگه انکار بکن یا این کار رو انجام نده راجع به روش دادن اشا و زمان انجامی زمان شرکت در اشا حکم مشخصی در کلام نه. نیست هرچند میدونیم که در کلیسای اولی هم انگار مرتب با هم جمع میشدن میگه نان میشکستن و بره. بره. مشارکت داشتن با هم ولی معمولا در کلیساها در کلیسای کاتولیک بیشتر کیشیشان و کسانی که دستگذاری شده هستن این کار رو انجام دن در کلیسای پروتستان ها چون بیشتر خادمین هستن که خدمت های کلیسایی رو انجام میدن معمولا خادمین این اشا رو انجام میدن مثلا در کلیسای ما شماسان و مشایخ هستن به همراه شبان که اشار ربانی رو انجام میدن با همون دعایی که میکنن و چیزی که هستش روز من فکر میکنم که مهم اون هدفی هست که در اشار هست ببین فقط این نیستش که حالا بگیم کیشیشه یا خادمه یا شماسه یا شیخه مهم اینه که در پس این مراسم یک چیزی خوابیده و اون هم وجود عیسی مسیح و یکی شدن با اونه ببین کسی که میخواد با مسیح در مراسم عشاء ربانی یکی بشه دیگه نمیتونه از کسی که کنارش نشسته دلگیر باشه دیگه نمیتونه نسبت به جلویش کدورتی داشته باشه و نمیتونه با خدا قهر باشه با, با یک آمادگی به عشاء نزدیک خیلی مهمه این خیلی مهمه چون همونطور که میدونید در پولس در رسالات مختلف گفته که کسایی که به اشتباه این مراسم رو بگیرن در از حکم بیماری و مرگ خودشون رو امضا میکنن پس اگر ما در گناهی باشیم و قبل از اشا توبه نکرده باشیم بهتره نگیریم چون واقعا بازی کردن با آتیشه و به مرور بیمار میشیم و حتی مرگ رو پیامد داره چون در بدنی ما شریک شدیم که آری از گناه بود و با گناه خودمون رو, آلوده میکنیم حتما شما آیاتی هم من میخواستم در به عنوان نتیجه گیری این صحبت رو. چون به قسمت آخر نیمه اول برنامه نزدیک میشیم بله. اگه اجازه بدین اول قرنتیان باب 11 سه تا آیه رو بگیم بله. که نتیجه در گیری صحبت دبراه دبراه خیلی بله. بله بله که میگه که پولس میگه زیرا من از خداوند اول قرنتیان باب 11 آیات 23 به بعد بله. زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و فرمود این است بدن من برای شما این را به یاد من به جای آورید به همین سان پس از شام جام را گرفت و فرمود این جام عهد جدید است در خون من هر بار که از آن می نوشید به یاد من چنین کنید زیرا هرگاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید مرگ خداوند را اعلام می کنید تا زمانی که باز آید حالا اینجا نکته است که شما می گفتید پس هر که به شیوه ناشایسته نان را بخورد و جام خداوند بنوشد مجرم نسبت به بدن و خون بعده. خداوند است اما هر کس پیش از آن که از نان بخورد و از جام بنوشد خود را بیازماید زیرا هر که بدون تشخیص بدن بخورد و بنوشد در واقع حکومیت خود را خورده و نوشیده هست همانتوک. و در واقع این موضوعی رو که شما داشتین بهش میگفتین به نوعی اشاره, اشاره میکنه اشاره که میکنه. چقدر مهم هست که ما با آمادگی بیاییم پس مراسم ربانی دقیقا یکی شدن ما با مسیح هست و خیلی باید به اون احترام بذاریم خیلی ممنون برای کوروش حالا ممکنه وقت بشه باز به این موضوع بپردازیم و قسمت اول برنامه تموم شده شما استراحتی بکنید مرسی. دانیل جان بهتر. مرسی روزیتا جان تا شما عزیزان راه های ارتباطی ما رو ببینیم میریم و خیلی زود برمیگردیم سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم امیدوارم که تا اینجای برنامه شما عزیزان لذت برده باشید و برکت گرفته باشید همونطور که به صورت زیرنویس در گیرنده ها میبینید شما عزیزان میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید و ما رو از نظرات و سوالات خودتون آگاه کنید ممنون میشیم و همچنین از طریق فیسبوک برنامه همراه با شما و از طریق ایمیل برنامه همراه@77pars.com و از طریق اس برنامه خوشحال میشم که سوالات شما رو مطرح کنم به اضافه این که میتونین اگه دعایی دارین به اس ما بفرستید و حتما در آخر برنامه دعا خواهیم کرد اگه موافق باشیم میریم سراغ بردکوروش و سوالات شما عزیزان رو میپرسیم بردکوروش مرسی دعوت ما رو پذیرفتین خیلی, خیلی خیلی خوش آمدین نمان. مرسی. من که تا اینجا بحث لذت بردم حالا از اینجا به بعدشم حتما بینندگان ما هم لذت خواهم برد کوروچام یه نفر پرسیده که یکی بیننده ها گفته آیا گرفتن اشای ربانی شرایط خاصی برای گیرنده اون داره یا نه که یه مقدار شما توضیح دادید بعد گفته اگر بله هیچ جای کتاب مقدس شرح مبسوطی درباره شرایط لازم برای دریافت اشای ربانی توضیح نداده آیا بهتر نیستش که درباره آن به اعضا توضیح بدیم و تصمیم برای شرکت یا عدم شرکت آن رو به عهده افراد بگذاریم یا نه همونجوری که به حضور جان در از رساله اول كورنتیان <applause> بله, بله بله خوندن به وضوح پولس میگه که در شرایط درست باید گرفته میشه یعنی این شرایط من فکر میکنم کنم باورداشتن به اون خون و بدن مسیح هست و اینکه عیسی مسیح نجات دهنده فرد هست چون ببین شما اگر باور نداشته باشی که این خون و بدن مسیح هستش در از تولد تازه رو نداری و من فکر کنم که اونجا منظور پولس دقیقا از درست شرکت کردن در این مراسم اولا رابطه درست با بقیه ایمانداران و با خدا بوده و دوم اینکه درک مفهوم اون هستش برای درک مفهوم بهتره که یعنی باید طرف ایماندار باشه برای همینه که به وضوح در تمام کلیساها اول از همه کیشیش اعلام میکنه که لطفا کسایی که به این خون و بدن باور دارن در این مراسم شرکت کنند بنابراین این چون یه چیزه، حالا اولا چیزی نیست که آدمو سیر بکنه که اون کسی گشنه یا تشنه هستش که از اون صد جو بکنه و دوما این که چیزی نیستش که آدم بخواد جلوی دیگران مثلا چیز خاصی رو بگه بنابراین به وضوح من فکر میکنم این آین برای ایمانداران تعمیدم داشته باشن مهمه که حتما افراد که نه تعمید, تعمید نه. تعمید نه نه ولی واقعا تولد تازه یعنی که گفتیم بین تولد تازه و تعمید یه تفاوتی هست معمولا تعمید بعد از تولد تازه میاد من فکر می‌کنم داشتن تولد تازه کافی هستش برای اشا از کلیساها ها من یادم کلیسایی که ما ازش میایم از کوچیکی اونجا میگفتن که کسی که داره مجد. برای تعمید آماده میشه یا تعمید گرفت ای تعمید یا در شرف تعمید هست البته هر کلیسایی. بله. فرق بله اونجا خوب خب سخت بیشتر بله. میگه ولی بله. کلیسای ما هر کس که تولد تازه داره و در کلاسای نویمانان شرکت میکنه و تعمید داره میتونه شرکت کنه بله مرسی کوروش جان بیننده دیگه پرسیده که مراسم عشا چند وقت یک بار باید انجام بگیره بقید. و گفته استناد شما به کجای کلام خداست که این رو گفته بقید. خب هیچ جایی ما زمان خاصی رو مسیح تعیین نکرده میگه که هر موقع یعنی در انجیل یوحنا میگه هر وقت که دوره هم جمع میشین این را به یاد من به یاد بیاورید خب همونطور که گفتم کلیسای کاتولیک شا... معمولا کیشیشان هر روز این کار رو انجام میدن اعضای کلیسای کاتولیک هر هفته انجام میدن کلیسای پروتستان معمولا ماهی یک بار انجام میدن هیچ جای کلام خدا زمانی رو تعیین نکرده جز من فهم کنم جایی که مسیح اشاره میکنه همینجاست که میگه هر وقت دوره هم جمع میشین این آین رو به یاد من به جا بیاورید برای همین اتفاقا این کلیسای کاتولیک درست میگن چون هر وقت دور هم جمع میشن این آیین رو به یاد میارن ولی خب کلیسای پروتستان معمولا یه خود فاصله بیشتر هستش حالا دلیل الهیاتیش برای کلیسای پروتستان نمیدونم ولی من فکر میکنم بر اساس استناد کل... کلیس... کتاب مقدس هر موقع که ما دور هم جمع میشیم بهتره که این مراسم رو یکی از دلایلش این باشه که میگن که خیلی هم کوتاه نشه که عادت بشه بله. و خیلی هم طولانی نباید بشه که, که دیگه اون بشه. کاری که مسیح انجام بده بله. از زیاد بقیه به روزی تا شما اون چیزی بله. بگم که فقط الگوی کلیسای اولیه چون شما گفتین آیه دیگه فقط برای کلیسای اولیه تو اعمال باب دو آیه بله. چهل و میگه که ایشان هر روز یک دل در معبد گرد می و در خانه های خود نیز نان را پاره می کردند. بله. اشاره میکنه به پاره کردن, پاره کردن. نان روزانه. در زمان اونها کلیسای اول اولیه گویا هر روز میکردن پس بازم اون الگو هست نه که قانون خاصی دلیمه. باشه یعنی دقیقا این آیه که اینها دور دیگه جمع میشن و نان رو پارا میکردن و همینطور در همون رساله قرنتیان هم به وضوع میگه که وقتی که دور هم دیگه جمع میشین شبانه برای عبادت نون و شرابی رو که میارین بهتره که به درستی بین خودتون تقسیم بکنید پس معلومه که در کلیسای اولیه این کار رو هر روزه انجام میدادن و دقیقا شام میخوردن با هم ولی خب این امروزه در کلیساها به صورت یک سمبول شده و ممکنه فاصلهش یه خود بیشتر شود. مرسی کوروش بریم حالا سراغ تعمید پرسیدن که روش درست تعمید چطوریه آیا محدود به کسانیه که هوشیارانه به مسیح ایمان میارن یا شامل کودکان و نوزادان هم میشه خب من فکر کنم که یعنی بر اساس آیات کتاب مقدس که در هر چهار انجیل اومده اولا تعمید مال افرادیه که خودشون انتخاب میکنن که این کار رو انجام بدن با دانایی و من فکر میکنم که این دانایی از سن بلوغ به دست میاد که افراد میدونن که به کی ایمان آوردن و این کار رو انجام دادن بنابراین به وضوح در اناجیل وقتی که شما تعمید رو میخونین ما هیچ جایی گفته نمیشه که یحیا مثلا نوزادان رو تعمید میداد یا بچه های کوچیک رو تعمید میداد افراد میومدن پلوش تعمید میگرفتن و افراد وقتی با پای خودشون میومدن حتما به سنی رسته بودن که با پای خودشون بیان و مسئله گناه رو درک کنن پس تعمید اولا با آگاهی باید باشه یعنی افراد بپذیرن که گناهکار هستن و نیاز دارن که تعمید رو انجام بدن که این حالا بعد از تولد تازهشون در کلیسا هستش و دوم این که باید به اون بلوغ فکری رسیده باشن که مفهوم گناه رو درک کرده باشن این از دید من و فکر میکنم که داکترین کلیسای پروتستان هستش ولی توی کلام خدا هم هست که وقتی به یک دو جا خادمین خدا شاگردای مسی میبینن اونا و خانواده و بچه هاشون بچه هاشون تنمیم حتی لیدیه ارقام بله فروش که میگه که رو... پیام پولس رو پذیرفت و اون و اهل خانش ایمان آوردن و زندانبان فیلیپی صحبت بله. کرد هم... همینطور ما در رساله اعلی من باید فکر کنم دقیقاً محلش چیز بشه که برای مردگان هم میتونن تعمید بگیرن و چیز کنن ببینید بعضی چیزا در کلام خدا هستش من اینو در مورد تعویل و تعبیر کلام باید بگم خدمت شما اولا اینکه ما باید بگیم که چقدر دو کلام به اون تاکید شده ببینید شما مسئله تعمید رو یا مسئله مثلا اشای ربانی رو در تمام اناجیل و در خیلی از رسالات شما میبینید ولی در مورد اینکه ما مثلا به جای یک فردی که مرده تعمید بگیریم فقط یک جا پولوس اشاره میکنه بهش یا اینکه در مورد اینکه ما بچه ها رو تعمید بدیم شاید یک یا دو جا هستش که به این اشاره میکنه ما که خانواده, خانواده که تو خانواده بچه هم بوده دقیقا. دقیقا. بنابراین من فکر میکنم یک سری چیزهایی که در کلام خدا به صورت دائمی تکرار نشده یه خورده باید با احتیاط بهش استناد بکنیم و این هستش که الان در کلیسای پروتستان به درستی بچه ها رو تعمید نمیدن چون به یک آین در تعمید فقط یک آین صرف نیست تعمید یک مفهوم عمیقتری در پسش است که من فکر کنم فرد باید به بلوغ فکری رسته باشه که تعمید بگیر این دیدگاه شخصی منه ممکن بعضی از کلیسای پروتستان بچه تعمید بدن تا جایی که من میدونم حالا تو از بحث تعمید نمیدیم بیننده ای اسمس داده که خسته نباشید برای تعمید سوال اینه که ما که در ایران شدیم و هیچ کلیسایی هم نمیتونیم بریم و جایی نداریم چه کار باید بکنیم برای بله خب این البته نمیدونم جلوی دوربین بشه گفت من میدونم کسایی هستن که حتی در ایران در جاهای مخفی تعمید میدن حتی در وان هموم یا چون ببینید مهم نیستش که اونجا چه کسایی حضور داشته باشن در چه شرایطی باشه ببینید من فهم کنم اگر یک کشیش یا یک کسی که خادم هستش در خداوند اونجا باشه و کسی که واقعا ایمان آورده باشه و تولد تازه داشته باشه همونطور که در اعمال رسولان میشنویم میگه پس چه جای چه هستش اینجا الان آب هست من آماده تعمید هستم و اون خادم حبشی تعمید میگیره به همین راحتی پس ما هم خیلی وقتا میتونیم به همون راحتی که در اعمال تعمید داده میشه ما هم به همون راحتی تعمید بدیم یعنی لزومی نداره که حتما در کلیسا باشه در حوض تعمید خدا رو شکر ما در اروپا امروزه این امکانات رو داریم که کشیشانی هستن خادمینی هستن که تعمید میدن به صورت خیلی باشکوه و زیبا ولی در جاهایی که این امکان نیست ما میتونیم حتی در یک وان همون و با بودن یک فردی که دوره های حالا ایمان معلم نو ایمانان هستش کس هستش که خادم خداوند هست من فهم کنم که به میشه مراسم تعمید رو به صورت خصوصی و در خونه انجام داد ممنون کوروش جان بریم سراغ سوال بعدی گفته که آیا واقعا نان و شراب البته اینو شما مقداری توضیح دادین گفته آیا واقعا نان و شراب تبدیل به خون مسی میشه وقتی ما میخوریم و وقتی ما میخوریم و چه اتفاقی از لحاظ روحانی برای ما رخ میده وقتی هلی. از میگیریم این در وحله اول بستگی به ایمان خود شما داره یعنی در وحله اول بستگی داره که چقدر باور داشته باشین این مسئله الهیاتی رو که فقط با ایمان میشه پذیرفت ببینید من همونطور که خدمتتون گفتم وقتی که من نان رو در دهن خودم میگذارم همیشه به طور خاص واقعا بدن تیکه تیکه شده مسیح میاد جلوی چشمم و واقعا اون یکی شدن با مسیح رو من واقعا حس میکنم حالا این دیگه ما میتونیم یه مقدار تعمیمش بدیم بیایم بگیم که حالا این واقعا بدن مسیح بوده یا سمبولی از بدن مسیح بوده این من فهم کنم در اصل موضوع خیلی فرق نمیکنه مهم اون نمادی هست که در پس تعمید هست که یکی شدن با منجیمون هست و از بین رفتن کدورت ها بین من و خواهر و برادران و خدا هستش من اعتقاد دارم که این سمبولی هست با از بدن و خون مسیح دلیل از کلیسا میگن دقیقا بدن و خون مسیحه که شاید به خاطر اینکه اون حالت ترس و وحشت رو ایجاد نکنه به شکل نان و شراب در میاد، این دقیقا نظری هست که کلیسای کاتولیک به خصوص در قرون ۱۱ و ۱۱ داشتن ولی این خیلی در اصل موضوع فرقی نداره مهم اینه که ما با مسیح در این مراسم یکی میشیم مرسی کوروش جان من ببخشید مختصر جواب میدم چون میدونم چون سوال زیاده چون دیگه هم پس پسای دیگه هم بله. بله. مربوط به این نبود ادامه بده خیلی خوب کوروش جان بیننده گفته که من بنا به دسترسی که نداشتم به کلیسا و شهرم که عوض شده بود وارد کلیسایی شدم و اونجا اشای ربانی بود و دیدم که به من اشا ندادن و حتی عضوای دیگه هم نگرفتن فقط رهبران و خادمین اشا گرفتن و دلیل این موضوع نمیدونم چی بوده من همچین چیز رو نشنیدم ولی نمیدونم چه دیدگاه الهیاتی پشتش بوده فقط خادمین و ولی آنش. بله خیلی عجیبه این مسئله شنیدم که کسی اگر ایمان نداشته باشه یا اینکه هنوز تولد تازه رو به دست نباشه و یا در گناهی باشه بهتر شرکت نکنه ولی عضوی که این شرایط رو نداره من فکر میکنم که برایتی نمیدونم دقیقا چی بوده مشکل مرسی خیلی خب پس من حتما این رو نگاه خواهم کرد بعد گفته که یکی از آداب و رسوم مسیحی نماز کلیسایی است گفته اگه ممکنه میشه کمی در رابطه با این بس. موضوع توضیح این بدن. همون مسیح هستش که خدمتون ارز کردم خب ما بخش های مختلف هست که کلماتش لاتین هستش که با کیریه شروع میشه که خدا رو جلال میدن جلال بر خدایی که پدر در آسمان ها هستش و عیسی مسیحی که بر ما رحم میکنه و روح القدس که تسلیس اقدس رو میگن بعد از اون بندیکتوس هستش من میگم اینا همه کلمات یونانی هستشون خواسته شده بندیکتوس یعنی بره خدایی که فدیه گناهان شده سانکتوس هستش که همون خدای قدوس هستش و بخش های مختلفی هست که این بخش ها امروز در خیلی از مراسم مس یا عشای ربانی در مس های کلیسای یا عشای کلیسایی مخصوصا در کلیسای کاتولیک برگزار میشه این هفت قسمت هستش تا جایی که من میدونم چون میگم این بیشتر مراسم به مربوط به کلیساهای کاتولیک هستش و این هفت قسمت با همین عناوین لاتین برگزار میشه که فانکتوم هست، بندیکتوس هستش، کیریه هستش و میگم و شیش یا هفت قسمت هست که شاید یه خادم کاتولیک بهتر بشه اینها رو توضیح بده من چون سری اطلاعات موسیقی هم دارم این مربوط به اون مسای هستش که در موسیقی کلاسیک هم خیلی وقتا داده میشه اینو بهش مجموعا میگن همون عشایی که در کلیساهای های کاتولیک یا همون نماسی هایی که در کلیسه های کاتولیک داده میشه خب... و با هم یک صدا یک سری کلمات رو تکرار میکنن مرسی کروش چون اگه اجازه بدید من از تو این کتاب همون بیننده که گفته بودن جوابشو بدیم که فقط به خادمین عشا میدن این نگرش نگرش کاتولیکی کهانت باوریه یعنی این اندیشه که به منظور تقدیس عناصر اشای ربانی حضور کشیشی که به درستی منصوب شده ضروری است بدون چنین کشیشی با برای برگزاری آین اشای ربانی عناصر آن همان نان و شراب صرف باقی میماند اما وقتی کشیش صاحب صلاحیت فرمول های درست را به جا می آورد این عناصر به طور کامل و دائمی به بدن خون مسی تبدیل می شود در برگزاری این آیین به روش سنتی جام از اعضای عادی بازداشته می شود و فقط روحانیون از آن می نوشند دلیل اصلی خطر ریخته شدن این این عنصر هست پایمال شدن خون مسی حد که حرمت به شمار می آید به علاوه دو استدلال وجود داره برای اینکه ثابت میشه اعضای عادی نیازی به جام ندارند نخست آنکه روحانیون به نیابت از طرف اعضای عادی عمل میکنه ایشان از طرف مردم ببخشید جام رو مینوشند و دوم اینکه شراکت اعضای عادی در جام هیچ نفعی برای آنها نمیرسونه دیگه فکر میکنم جایش دیگه من خودم راجع به این اطلاع نداشتم خیلی. مرسی که گفتم چون من خونده بودم یه دفعه الان یادم اومد پس نگرش کاتولیکیه که باوری این دیدگاهو داره من یکی دو تا قسمت دیگه هم یکی توبا که راجع به زنده شدن مردگان هست یکی بخش آخرش که لاکریموزا که راجع به مرگ مسیح هست اینا همه در همون نمازهای کلیسای کاتولیکه که به همین صورت به ترتیب کلمات رو با همدیگه به لاتین میگن و مردم تکرار میکنن و با موسیقی های مختلف خونده میشه و نواخته میشه ممنون کروشان البته یه سوال دیگه هم پرسیدن که اینو مقداریش رو شما جواب دادید گفته که آیا دعا کردن برای نان و حتما باید توسط کشیش انجام بشه یا افراد عادی یا عضو کلیسا و بقیه هم میتونن برای اون دعا معمولاً خادمان خادمانی که دعا شده براشون و مردم انتخابشون کردن معمولا این کار رو میتونن انجام بدن از جمله شماستان مشایخ و تو خیلی از کلیسا فقط کیشیش های دستگذاری شده ولی من فکر میکنم که کسانی که دستگذاری شدن برای خدمت میتونن این مراسم رو انجام بدن از دید شخصی من مرسی جوابا همه کوتاه و عالی و مفید بله سریع جواب سر <تصفح> <تصفح> بیننده گفته که آیا این آداب و رسوم مسیحی که انجام میشه که یکی از آن عشای ربانی هست مهر تعیید و تضمینی برای نجات مسیحیان است. ببینید اینها همونطور که خدمتون عرض کردم همه نمادها و سمبول هایی هستش که مسیحیت رو به صورت یک پارچه تا امروز نگه داشته این یعنی باعث شده که مسیحیان در یک جای خاصی جمع شن یک سری مراسم خاص رو بگیرن و این باعث همدلی بین ایمانداران تا امروز شده ولی اینی که شما نجات پیدا کنید یک چیز خیلی شخصی بین شما و بین خداست و این یک چیز کاملا قلبیه من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از این مراسمی که ما امروز داریم اسم می باعث نجات شما بشه شما میتونه این پیامد بعدی نجات باشه بعضی که شما نجات رو آوردین باید این مراسم رو به جا بیارین چون همونطور که میبینیم مسیح در مورد تعمید میگه رفته و ملت رو شاگرد ساده و اونها تعمید دهید یعنی فعل امریه یا در مورد اشای ربانی میگه که این مراسم رو به یاد من به جا آرید پس این هم امریه پس این مراسم درسته که امریه ولی هیچ جایی مسیح نگفته که این کارها رو انجام دهید تا نجات رو به دست بیارید چون نجات یه چیزی هستش که یک رابطه قلبی بین شما و خدا در لحظه هستش که شما مسیح رو به عنوان نجات دهندت میپذیری و این من فهم کنم با این نمادها تکمیل و تعیید در از مهر تعیید بهش حالا نمیشه که این مراسم رو به جا نیاریم ولی به طور دیگه مرگ مسیح و, و کاری که روی صلیب کرده رو یادآوری کنیم برای مردم ببینین دقیقا ا... کدومش رو میگه در مورد دارین شما میگی خب اشرا اتفاقا چیزیه که من فهم میکنم بیشتر از همه اتفاقا مسیح بهش تاکید کرد که به جا بیارین چون شما ببین در چهار انجیل به طور مشخص مسیح میگه این رو به یاد من به جا آورید در رسالات پولس من همونطور که گفتم بعضی چیزها از خیلی بهش تاکید میشه پس چون این سندیت الهی داره ما در مورد تحویل و تعبیر میگفتیم بعضی چیزها سندیت الهی دارن از روز تأکیدی که هم پولس و هم خود عیسی مسیح و بعد شاگردان به اون کردن بنابراین این چون سندیت داره من میتونم با اطمینان بگم که باید به جا بیاریم چون این دقیقا مهر تأییدیه بر ایمان ما کلیسایی که خب این رو اهمیت کمتری میدن شاید حالا سالی یه بار مثلا من نشدم از کلیسای سال یه بار بگیره ولی اگر این رو اهمیتش رو کم بکنن و این فراموش بشه من فهم کنم در مقابل خدا مدیون هست بعد انجام بشه تو موعظه و اینام هی بخوای مرگ و یادآوری کنی نیست میتونم تو اون مراسم ولی به صورت عملی ببین یه سری چیزا از تئوری یه سری چیزا از عملیه ما من فکر می کنم دو سوم داده هامونو به صورت عملی یاد میگیریم یکی از چیزهایی که به صورت عملی ما میتونیم یاد بگیریم و اون رو یادآوری بکنیم مسئله اشای حتماً هست. باید شراب باشه نمیشه آبنگور آب انگور باشه. چرا؟ میشه آب انگور باشه. آب انگور ما کلیسای خودمون با آب انگور این کارو انجام میدن و اینکه میگن بعضی از افراد ممکن سال خورده باشن یا بیمار باشن، الکل براشون خوب نباشه. ما در هیچ جای مسئله اتفاقاً مسئله شراب اولین معجزه مسیح در قانای جل در عروسی مسئله, شر... مسئله شر... تبدیل آب به آب شراب, شراب, بود و بعد از اون حتی میبینیم پولس در رساله تیموتائوس به تیموتائوس تاکید میکنه که برای اینکه معده داره بهتر به جای آب شراب بخوری پس ما در مسیحیت شراب رو نهی نکرده نه گفته در مست شراب نشوید که در آن فجور است یعنی در حد اعتدال تاکید شده بهش ولی میتونن این رو چون اصاره انگور در ترجمه ای که در ترجمه فارسی شده به مسیح میگه از این اصاره انگور حالا این اصاره انگور میتونه مخمر شده باشه به صورت شراب یا به صورت طبیعی آب انگور باشه من. من چیز دیگه ای نمیتونه باشه. من بعضی جا داشتم میخوندم دیدم مثلا مکنم. حالا نمیجوام. آره <applause> مثلا آره من نوشابه و چیپس مثلا من, من نشیده همچی چیز رو تو متوجه میشدی شب داشتم نی... مطالعه میکردم خیلی واسم چیزا چیز توهینیه به بعضی از مراسم مسیح. من خودم احساس خوبی نمیکنم اگر برم اینجا ببینم به جای نانو شراب مثلا چیپس و ماسموسیر دارن میدن اینه که من فهم کنم بعضی چیزا توهین به دقیقی. مراسم مسیحی من نیدم نمیدونم شما به چش میدی من, می من توی مقاله داشتم دیشب توی اینترنت نگاه میکردن این کار انجام اتفاقا توی این کتابم هست حالا از تو اتاق فرمای به من میگه اینو از کجا آوردی بله من من بعد باید من اینو حتما بعد من تو نه آیه نه ولی بعد دقیقاً من دیشب داشتم میخوندم دیدم اشاره جالب ولی نه من اصلا نشنیدم ندیدم که من احساس کردم آرمان ترجمه کرده بعد من یه مقدار ناراحت میشم اساسا میگم توهینیه به بعضی اه. از نمادها و سمبل‌ها پس این نصف. باید حتما اساره انگور بره. و اون با... چیز دیگه بره. ای نمیشه حالا ما بریم اینو حتما که یعنی گفتید میتونه شراب هم باشه بله آفاره انگور بره. اصاره بره. انگور همون نانش... بره. شراب یا آب انگوره من یه سوالی میتونم فقط از اگه اجازه بدین شما پنج من یادمه که یک انکلیسا انگلیسی که شوهر من میرفت سالها پیش حتی تشویق میکرد میگفت شما زن و مسیحی میتونید هر روز با هم دیگه نانو هم... ببرید و حالا یه شراب نا. یا اوسار انگور این کار بله. کارو هم میشه بله. کرد بله. چون قانون مشخصی نیست دو تا ایماندار یا یک زوج بله. مسیحی خیلی کیتونن... هم زیباست واقعا هر روز یا در طول هفته شب این فکر نمیکنم خیلی قشنگه که آره چرا که نه زن و شوهر با بچهشون در حضور خدا شام خداوند رو هم به همین شکل با هم دیگه برگزار کن خیلی هم زیباست بله, خب پس من این هم بخونم اینجا که اتاق فرمان و شما هم من از خودم در نعی بردم. میگه که اینجا البته اینجا خوندم مقاله رو حتما میگم میگه که از کاربود جایگزین های عجیب و غریب به خاطر تنوع باید پریخ برای مثال مثل چیپس و کلا که شباهت چندانی با عناصر اصلی ندارد گاه این آین طوری تکراری برگزار می شود که تبدیل به عادت میگردد و مفهوم آن از میان میرود رود اینم قسمتی که من بعد می خب تا شما هم استراحتی بکنید یک میان برنامه به همراه بیننده ببینیم و زود آزادم آمدی در این جهان شادم کنی آمدید برداشتی از من هر گناه چون روز شد شام سیاه آمدی تو در گشای وحر من بازگردانی مرا به شهر من یاشیدنی خلق و خدا اومدی تو را نمایی زچار در این جهان شادم کنی اومدی برداشتی از من هر گناه اومدی چون روز شد شام سیاه اومدی صدر گشای بر من بازگردانی مرا به شهر من اومدی آشتی دمی خلق خدا اومدی صرا نمای عشق عرض شادی مهربان نزد ایسا می شود هر کس راه آمدی خوش آمدی ای مهربان جشن میلاد تو برپا در جهان دارم به دلش قدس شادی مهربان نزد ایسا می شود هر کس راه نزد ایسا می شود هر کس راه آمدی آمدی خوش آمدی ای مهربان جشن میلاد تو برپا در جهان دارم به دل شرط شادی مهربان نزد ایسا می شود هر کس رها نزد ایسا می شود هر کس را. بینندگان عزیز امیدوارم تا این قسمت از برنامه استفاده کرده باشین کماکان میتونید تماس بگیرین از طریق اسمس، ایمیل و همچنین تلفن و اگه سوالات یا نظراتی داریم با ما در میان بگذارید اما ما الان سه تا از آداب و رسوم و عیاد رو بررسی کردیم و به چهارمین و پنجمین مورد می‌خوایم بپردازیم بعد کوروش عزیز اگه موافقید بپردازیم به موضوع عید قیام باشد. که یکی از عیدهای خیلی مهم در مسیحیت هستش و سوالی که هست اینه که بعضی عید قیام رو عید پاک مینامن بله. و بیشتر گفته میشه عید پاک دلیل درست. خاصی داره خب این میتونه یک کلمه تغییر یافته باشه البته خود پاک به معنی من فکر می‌کنم که بنز کافی مفهوم زیبایی داره که معنی پاک شدن و قیام مسیح به صورت از پاک کننده گناهان هستش ولی این کلمه تو تغییریافته یافته فسح به پسح و پسح کم کم به پاک شده باشه بله. یعنی این میتونه از وضع هم کلمه ای باشه هم به صورت مفهومی باشه میشه بله. فسح رو هم یک بار دیگه بگیر اگه بینندگان بله. حضور ذهن ندارن چی بله، هست؟ حتما در کتاب خروج ما میبینیم که بعد از اینکه خدا با ده بلا قوم یهود رو در اصل دل, دل فرعون رو که سخت شده بود راضی میکنه که در شب آخر بزرگترین تهدیدی که خدا میکنه اینه که تمام نخوص زاده تمام خونواده ها رو بکشه تا اینکه فرعون راضی بشه که قوم یهود از مصر آزاد بشن و در اون شب به اسرائیلی ها میگه که شما نون مخمر نشده رو به همراه سبزیجات ترخ و بره ای رو قربانی بکنین این بره رو خونش رو بر روی سردر خونه هاتون بمالین که وقتی که فرشته مرگ از در خونه شما رد میشه بدونه که این خونواده متعلق به منه و نخستاده اون خونواده رو نکشه این شب بزر... مبنای میشه برای بزرگترین عید یهودی که بهش پس اوور یا فسح یا پسح گفته میشه عبور هست, اوبور هست. <applause> که دقیقا فرشته مرگ از در خونه یهودیان بدون اینکه فرزندان اونها رو بکشه عبور میکنه ولی نخستاده تمام افراد رو از قلام فرعون گرفته تا بزرگترین مقام های یهودی رو مصری رو میکشه و از بین بر میبره برای اینکه قوم یهود رو آزاد بکنه این مبنای برای جشن بزرگ یهودی ها میشه که امروز بعد از 3600 سال هنوز این جشن رو به صورت کامل برمی این عید قیام یا عید پاک رو در واقع به جای عید فسح گرفته میشه دقیقا. در واقع. ببین ایسای مسیح ما میبینیم که بیندونیم بر اساس تاریخ و تاریخی که حتی یهودی ها هم بهش باوردارن در روز پس اوور یا فسح مصلوب میشه و در این روز هستش که دقیقا به خاطر همخونی که داره البته این در گود فرایدی هستش که مصلوب میشه و در روز پسح یا در روزی که عیسی مسیح قیام میکنه از بین مردگان دقیقا بار روز پسح یکی هستش پس جمعه قبلش عیسی مسیح مصلوب میشه بعد از سه روز که یک شنبه هستش که دقیقا یک شنبه پسح یهودیان هست عیسی مسیح قیام میکنه از بین مردگان و دقیقا این دوتا همخونی داره شاید دوستانی بپرسن چرا عید قیام یک تاریخ مشخص نداره بر اساس بس تقویم بس. حالا میلادی که امروز در کشورهای غربی برگزار میشه به این دلیل هستش که تقویم یهودی تعداد روزای سالش با تقویم میلادی تفاوت داره سالهایی هستش که این تعداد 15 روز کمتر میشه سالهایی هستش که تا 28 روز اضافه میشه یعنی این تغییر تعداد روزای سال هست بنابراین امسال تا سال بعد که اینا پس اوور یا پس رو برگزار میکنن دقیقا 365 روز نیست ممکنه 340 روز باشه 345 روز باشه یا 370 روز باشه که <متحد> اینو دیگه حکمتش که چرا به این صورت هست شاید یه یهودی یه بهتر به تو توضیح بده ولی اینه که ما عید قیاممون بر با این بازه یعنی تا 278 روز تعداد روزش تغییر میکنه شنیدم که میگن بین 22 ماه مارچ تا 25 آوریل بله دقیقا تو همین یه ماه دقیقا همون بازه‌ای که, که گفتم میگن که مثلا اینکه یک شنبه بعد از اینکه ماه به شکل کامل در بیاری چنین اعتقادی هم, هم هست میتونه که میتونه باشه میگن که... البته این یه مقدار برمیگرده به حالا تقویم های قمری هم شاید بتونیم واردش بکنیم ولی چیزی که مشخصه، این که عید به این دلیل تاریخش کامل مشخص نیست چون بر اساس یهودی و پس صحیح هستش که یهودی جشن بزرگ پس اوورشون هستش برگزار میکنن خب حالا یک توضیح کوتاهی بدیم برده کروش که از حالا عید قیام خودش چی اصلا؟ بحب. خب ما میدونیم که ما البته یک جلسه کامل در مورد قیام بله. دو جلسه در مورد قیام بله توضیح تا این بزرگترین اتفاقی که در تاریخ افتاد در روز عید قیام هستش خب ما میدونیم که کریسمس یک واقعی بشری بود چون جسم بین ما ساکن شد ولی قیام بزرگترین اتفاقی که افتاد این هستش که سندیت گفته های مسیح اثبات شد ببینید شما اگر مسیح تمام این صحبت هایی که می کرد یا تمام معجزاتی که کرد یا تعالیمی که داد همه واقع میشد هیچ کدوم به اندازه این سندیت قیام درست بودن مسیحیت و عیسی مسیح رو نمیتونه اثبات بکنه چون عیسی مسیح تنها کسی بود که بر فاتح فاتحان که همون مرگ هستش غلبه کرد و این اتفاق در یک روز خاص اتفاق افتاد که همون پس اوور یهودیان یا پسه هستش و در این روز بود که عیسی در اصل واقع به طور واقعی نیش مرگ رو که در اثر گناه ما به وجود اومده بود کشید و در ما همین قدرت رو به وجود آورد که بر این بزرگترین دشمن بشریت که همون مرگ که پیامد گناه های ما هست پیروز بشیم و ما این روز رو خب کارهای جالبی میکنن مسیحی ها تخم مرغ رو که نمادی از زایایی هستش خیلی وقتا را رنگ میکنن به همدیگه کادو میدن توی کشور غربی بیشتر به این صورت هست یا اینکه در کلیساها دور هم جمع میشیم روز قیام رو جشن میگیریم بنظر من بزرگترین واقعه تاریخ بشر در روز قیام در روز عید قیام به وقوع می پیوند. بچه‌ها زیباس بله روزای یک شنبه صبح صبح قیام بله بله خوبم دقیقاً خوبم معمولاً همه اعضای کلیسا دور هم جمع میشن. این بله. اصلا صبحونه از اولین روزایی که من ایمان آوردم 14 15 سال پیش به یه اصلا اون روز صبح انگاری که همه چیز اونطوری که پولوس هم میگه میگه هرکس در مسی از خلقتی تازه است هان همه چیز تازه شده به وضوع انگار تو اون روز آدم تازگی رو از تمام طبیعت است و جالب که این روز خیلی نزدیک به عید نوروز هست یعنی تا روزایی که میشه بله تا سه چهار روز حتی اختلاف میشه گاهی هم میشه تا یک ماه ممکن اختلاف پیدا کنه باز همون بازه‌ای که شما گفتی و چقدر جالبه که با عید نوروز ما که جشن زنده شدن طبیعت هست خیلی وقتا اینها خیلی به هم نزدیک هستن بله. و اینو ما به فال نیک میگیریم برای ما مس... با بله. ما بعد از کروش مهم هم هست که اشاره بکنیم که اون هفته آخر کلا خیلی هفته مهمی بله. محسوب میشه بله. چون بله. یک شنبه قبل یک شنبه نخت بله. میشه بله. بله همون پام فرایدی شروع میشه روزی هستش که عیسی مسیح با اون شکوه جلال وارد اورشلیم میشه خب مردم فکر میکردن که این همون پادشاه نجات که میخواد بیاد و قدرت سیاسی رو از روم بگیره و به اسرائیل منتقل کنه ولی نقشه خدا مثل همیشه فرای فکر بشر بود عیسی مسیح یک هفته در اورشلیم مون کارهای خیلی بزرگی رو کرد تعالیم زیبایی داد شفاهای زیادی داد و خودش میدونست که داره آماده میشه برای رفتن اون سفر روحانی یعنی از جل جوتا تا بر روی قیام و در واقع این مراسم کلا مرگ و قیامش از روز پنجشنبه شروع میشه نه پنجشنبه شب شروع میشه شو با شام آخری بقیه. که با شاگردان میخوره و بقیه. تا یکشنبه صبح که از دوازده شب به بعد دیگه شکنجه ها و ضربات و درد و بیماری ها شروع میشه تا جمعه ساعت شش صبح که مسیح رو مصلوب میکنن بس ساعت یهودی و در ساعت سه بعد از ظهر که ساعت نهم گفته میشد خودشون سه بعد از ظهر مسیح جون خودش رو به پدر تسلیم میکنه و تا روز یکشنبه صبح که شاگردان و مخصوصا زنها بر روی مقبره خالی میرن و عید قیام رو جشن میگیرن زیباست و اینکه یک اشاره کلی میتونیم بکنیم به اینکه بعضی از مسیحیان معتقدن که چهل روز قبل از عید قیام باید بله خودشون رو بله. آماده بکنن در انگلیسی هم لنت میگن یه بله با توبه و حالا بعضیا با دعا و روزه حتی مواد غذایی ب... بله. خیلی سبکتری میخورن بله. سبزیجات, سبزیجات بیشتر میخورن بله, می بله. لنت هستش که اون چهل روز آمادگی هست که از تمام به قول معروف کسافات و گناهان چه ذهنی چه بدنی پاک میشن بقید بقید. به خیلی ممنون دست. بینندگان عزیز میتونین این مطالب رو در اناجل متا مرقس لوقا و یوحنا بله. بررسی شده موضوع قیام مسیح که در متا باب 27 و 28 مرقس 15 و 16 لوقا باب های 23 و 24 و, و, و همچنین یوحنا باب 19 و 20 به تفصیل میتونید جریان قیام مسیح رو بخونید و خود برادر کوروش برنامه مفصلی راجع به ریشه تاریخی و الهیات این موضوع داشتن خب قبل از اینکه به آخرین عید برسیم دایلی از شما سوالی دارین در این رابطه یا ای از بیننده سوالی سو... اومده من یه سوال دارم اتفاقا سوال جالبی بینندمون اس ام اس داده گفته ببخشید نان تعمید باید نان مخصوصی باشه یا نان معمولی هم باشه من فکر میکنم که نون خاصی نباید باشه چون در کلیساهایی هم که من دیدم نون عادی رو چیز میکنم بعضی از افراد نون بدون فطیر رو میکنن حالا دلیلش خیلی جالبه چون در شبی که یهودیا داشتن نون رو مخمر می میدونی که مخمر باعث میشه که مدت زمان تخمیر نون بیشتر بشه ولی کیفیت نون خیلی بهتر بشه به این دلیل خدا میگه که مخمر نریزین چون انگه اینا عجله داشتن فقط یک شب وقت داشتن که این نون رو درست کن و فرداش قرار بود از مصر خارج بشن و این سمبولی بود از تعجیلی که در ساخته شدن نون باید به خرج میدادن چون فقط یک شب دیگه در مصر بودن و بعد از اون هم خیلی از یهودی ها یعنی همه یهودی‌ها عید پسوه رو با نون بدون مخمر چیز میکنن جا. که این به خاطر این هستش که نون سریعتر باید درست بشه به خاطر اون عجله ای که توی مسئله خروجشون از مصر بود چون اینا فقط شاید ده دوازده ساعت وقت داشتن که نون رو آماده بکنن بنابراین خدا بعد از اون گفتش که نون بدون مخمر کنید که یادتون بیاد که شما با عجله شبی رو نون درست کردین و اون رو به چیز کردین ولی الان در کلیسه ها من نشتم که نون بدون مخمر شاید بعضی از کلیسه های سنتی هنوز نون بدون مخمر میخورم ولی در کلیسه هایی که ما چیز کردیم نون عادی رو پاره میکنن و استفاده میکنن شما اینو میدونستی روزی تا جان من با سه اولی منم با هم جالب بود بس عبره بس عبره بوده میدونستم مرسی من جالب چیز جدید من بودیست خدا من یاد گرفتم یاد <تصفح> میگیریم و همشه چیزای جدید خب من یه اسمسی هم بیننده هم داده اینو بخونم گفته بزرگترین تجربه زندگی من همون تولد تولدی تازه و ایمان به عیسای مسیح بوده و خدا رو شکر میکنم برای نجات و فیض عظیمش هللویا به 50 بعد از البته این اینو همه جا مثلا جشن نمیگیرم ولی ما میدونیم که چهل روز بعد از اینکه عیسی زنده شد و با شاگردان بود صعود میکنه. من یادمه تو از کلیسایی که بودیم سالها پیش ما باده. معمولا میرفتیم پیک و اون رو به این ترتیب به یاد می آوردیم. بله با نگاه میکردیم بله. البته خب این عید خیلی محدودتر مثلا که برگزار بلد. میشه ولی خب بعضی این روز خاص رو هم به یاد میارن دارست. حالا به بله. بیرون اونم... میرن نمیدونم من... اسمش بیات... چی میشه عید سعود بهش میگن. میگن بله و روزی هستش بلد. که عیسی مسیح در جسم سعود پیدا کرد و تا بازگشت ثانویش در جسم خواهد گشت. از اینکه بریم به عید پنتیکاس اگه اجازه بدین یک آیه خیلی مهمی اطمع. که پولس در اول قرنتیان باب 15 آیه 11 میگه که اگر مسیح برنخواسته ایمان شما باطل هست. بله. پس ما فقط به مرگ عیسی نیست که ایمان داریم بلکه قیام بیامش. او بخش خیلی بر ایمان ما خب بعد کروش عزیز بریم سر موضوع عید پنتیکاست که خیلی عید مهمی هست اصلا معنی بره. پنتیکاس پنتیکاست پنتیکاس در یونانی به معنی پنجاهم هست یعنی پنجاهم این روز خب دلیلش هم اینه که ما میدونیم که عیسی مسیح بعد از اینکه قیام کرد یعنی در روز یک شنبه قیام یا یک شنبه پسح قیام کرد به مدت چهل روز بین شاگرداش بود و خیلی ها اون رو به جسم دیدن من حتی آیه ای رو براتون خوندم که پولس همی که بر 500 نفر خودش رو به چه اینه این معلومه چهل روز بوده که به 500 نفر خودش رو نشون داده بر تمامی شاگردان اون رو دیدن برادر خودش که ایماندار نبود و بعد بعدها میبینیم که حتی رهبر کلیسای اورشلیم میشه و بر اون خودش رو نشون میده و در نهایت بر پولس هم خودش رو نشون میده این چهل روزی هست که ایماندارا مسیح رو بعد از اینکه قیام کرد در جسم دیدن ولی هنوز مسیحی ها اون شهامت رو نداشتن هنوز پیام انجیل رو جرأت نداشتن به کسی بدن هنوز با اینکه مسیح رو به جسم میدیدن ولی شهامت اعلام اون رو نداشتن بعد از چهل روز عیسی مسیح در کتاب اعمال رسولان باب یک آیه هشت میگه که بعد از اینکه من رفتم شما بمونید در اورشلیم و به مرور این رو گسترش میده در نامه وسیعتنامه ایسای مسیح قبل از سعودش در اعمال یک هستش و, و اینک روح القدس بر شما خواهد آمد و شهادت میده اون رو از اورشلیم بعد از اون جلی و بعد از اون به اقصای جهان شما برسونید خیلی جالبه که شاید اون موقع شاگرد گفتن شاید معنی روح القدس با اینکه در اناجیل گفته شد شاید ولی هیچ وقت نمیدونستن که روح القدس چه کاری در اونا میکنه چه اعمالی رو در اونها انجام میده و عیسی مسیح به اونها میگه که شما برید و در دعا باشید در اورشلیم تا اینکه روح خدا بیاد گفته میشه که اینها 120 نفر بودن میرفتن در بالاخانه و دعا میکردن روز اول روز دوم روز سوم میدن اتفاقی نیفتاد تا اینکه در روز دهم یعنی میشه 50 روز بعد از قیام که اون اتفاقای عجیب در کتاب اعمال میفته که اولا خونه میلرزه تکانهای خیلی شهیدی میخوره بر تک تک این سب دو بیس نفر چیزی مثل شعله آتش بر روی سرشون قرار میگیره و اینها شروع میکنن به زبانهای مختلف صحبت کردن من خودم این صحنه رو باور کنیم و به تنم سیخ که چقدر با شکوه بوده اون لحظه و اینها به زبانهایی صحبت میکردن چون در اون روز مردم برای جشن یهود تو اورشلیم جمع شده بودن و از اقوام مختلف بودن اقوامی مثل جالبه که سه تا از اقوام ایرانی یعنی ماتها، پارتها و ایلامی ها هم در بین اونها بودند. که در تاریخ این سه قوم بخش های مختلف از ایران بخش جنوب شرق ایران بخش غربی ایران و بخش شمالی ایران این سه قوم و از این اقوام افرادی اونجا بودن و این شاگردا شروع میکنن به این زبان اینها صحبت کردن شما حساب کنید یه ایلامی مثلا می اومده از 4 از سه خورده کیلومتر اومده اومده تو اورشلیم می میبینه به زبان مادریش که با فساحت داره صحبت میکنه یا یکی از مصر اومده میبینه که اینا دارن به مصری قبطی دارن صحبت میکنن و این خیلی جالب بود یعنی اولین بار ما نشونه از زبان رو میبینیم که اون موقع به صورت زبان شناخته شده بود بعدها خب پولس در قرنتیان باب 14 و 16 میگه به زبان که فرشته‌ها شاید بعدها اون رو درک میکنند پس اینها شروع میکنند به نشون دادن اومدن روح القدس یعنی در روز پنجاهم بزرگترین جانشین مسیح و در اصل فرستاده شده از مسیح و روح مسیح یعنی روح القدس بر ایمانداران میاد و تا امروز ادامه داره. میگن در واقع روز تولد کلیسا نه؟ دقیقاً یعنی اون روز اولین روزی بود که کلیسا به این چون پولس پتروس 3000 نفر رو در همون روز تعمید میده. یعنی اینها همه میشن بیس کلیسایی که بعدها امپراتوری روم رو به زانو در میاره و شما ببین دقیقا در همین روز بود که مردم پتروسی که شهامت این رو نداشت که جلوی یک دخترک یک کنیزک یهودی ایمان خودش رو اعلام بکنه میره جلوی هزاران نفر در معبد چون میکنه سخنرانی کردن افرادی که واقعا از ترس مرگشون دوازده شاگردی که به خونه پلاه برده بودن و مسیح رو بعضی انکار بعضیها میکردن بعد از نزول روح القدس میرن دنیا رو فتح میکنن گفته میشه حالا من این رو از بر اساس تاریخ کلیسا میگم گفته میشه که توما به ارمنستان میره و در اونجا زنده زنده پوستش رو میکنن بر و تدی به ایران و هندوستان میرن شاگردای دیگه مثلا پولس به کشورهای غربی میره که اروپای امروزی بوده پس ببین این شاگردا چیکار میکنن دنیا رو در از میکنن و این بزرگترین اتفاقی بود که باعث گسترش مسیحیت در کل جهان شد آه. یعنی روز پنتیکاست روزی که روح القدس بر تمام افراد چون ما تا اون موقع میدیدیم که روح القدس بر بعضی از انبیا در یه مقطع کوتاهی نازل میشد که بعضی کارا رو انجام بدن و بعد از اون دوباره روح از اونها رخ برمیبست ولی در روز پنتیکاس روح در ما ساکن شد و تا ابد تا وقتی که زنده ایم در ما میمونه در واقع هم تولد کلیس هم ریزش روح القدس و هم ماموریت بزرگی بله بود که همه که ما دقیقا در یکش اعمال ماموریت بزرگ رو مسیح میده و این بزرگترین عامل گسترش مسیحیت و بقای مسیحیت در طول تاریخ هست روز پنتیکاس خیلی من برده کروش ممکن یک سوال مهم آخری اتمن. که میخواستم بپرسم ریشه پنتیکاس در عهد چی بوده چون وقتی که ما در لاویان باب 23 میخونیم بله. گویا اونجا چون عید فصح رو برگزار میکردن بله. مثلا مثل اینکه 50 روز بعد از اون مثل بله. یک رسمی داشتن بله. که دو گلده... رسمی رو داشتن که این برمیگرد ببین عدد 50 بین یهودیای یک قد... قدوسیت خاصی داره شما عید یوئیلشون ایلشون میدونین که سال نه. یو یا سال, یو سال جوبیل, جوبیل جوبیلی ما توی انگلیسی بهش میگیم سالی هستش که میگه که زمین رو هفت سال بعد از اینکه کاشتی یک سال نکاریم و بعد از اون هفت تا هفت سال وقتی که گذشته این 49 سال که 50 سال میشه باید اون رو حتی مسترد کنم به کسی که اصل اون زمین رو داشته پس این سال به طور خاص سالی هستش که سال بخشش سال ب... به قول معروف اعاده کردن تمام دارایی ها به اصل کسی که دارندش است و سال برکته یعنی عدد پنجاه عدد برکت هست در بین یهودیا اینها پنجاه روز بعد از پسح رو جشنی میگرفتن که بهش میگفتن همون پنتیکاست یعنی کلمه پنتیکاست به همین صورته و به خاطر چی هستش؟ به خاطر نزول فیز هست بینشون جالبه که خیلی هماهنگی کار خدا رو نشون میده خدا روح القدس رو فرستاد در عهد عتیق نزول فیز بود در روز پنجاهم بعد از پسح پس اینها دور همی که جمع میشدن شدن پنجاه روز بعد از پسح رو به خاطر نزول فیض خدا برای بخشش قوم اسرائیل و برای پاک کردن اونها جشن می گرفتن پس این باز ریشه یهودی داره ولی خدا رو شد با ابعادی گسترده تر برای مسیحیان باز پس این موضوع ریشه در عهد عتیق هم داشته دقیقا. و اگه بینندگان میخوان لاویان باب 23 و تثنیه باب 16 رو میتونن خ... می بخونن که خیلی جالب میگه که در روز پنجاهم روز یعنی در واقع در اون زمان روز پنتیکاس دو تا گرد نان که با خمیر مایه و با آرد مرغوب پخته شده بود رو به همراه یک بره قربانی بی ای به حضور خدا می آوردن, می آوردن. که همینطور که شما گفتین در زم نشانه برکت, برکت هم هست خب دانیال عزیز بفرمایید خواهش میکنم <تصفح> حتما حتما <تصفح> ده یک جزو آداب و رسوم مسیح آین ها هست یا نه؟ ببینید ده یک رو دقیقا عدد ده یک مربوط به عهدعتیق هستش و ما مربوط به دوره ای هستش که خدا هنوز فیض عیسی مسیح رو به ما نداده بود ما در رسالات می‌بینیم که پولس خیلی جاها برای کلیسای مختلف هدایا جمع وری میکرد یعنی از کلیسای مثلا افسوس برای کلیسای فیلیپی هدایای جمع وری میکرد خب این هدایا رو از مردم میگرفت و به کلیسای دیگه منتقل کرد پس رسمی گرفتن هدایا از زمان پولس وجود داشته از کلیسای مختلف میگرفته احتمالا همون ده یکشون رو میگرفته شاید این کلمه نیومده هیچ جای عهد جدید ولی ده یکشون میگرفت و به کلیسایی که نیازمند بود اون کلیسای اورشلیم بود که در قحطی بود این رو کمک میکرد پس ما این که در عهد عتیق کلمه ده که انبالمون رو داریم و پولوس هم به وضوح داره میگه که این کار رو باید انجام بدیم و این کار رو خودش انجام میداد مسلما اتفاقا من فهم کنم در حد جدید حتی بیشتر از ده یک باید ما کمک کنیم چون ما در عهد فیس هستیم حالا امروز در کلیساها ده یک رو برای پیشبرد کار خدا میگیرن ولی کلمه ده یک در عهد جدید نیومده اصلا آره نیومده در عهد جدید پس اون در عهد قدیم بوده ولی این هدایایی بوده بله هدایایی بوده که حالا پولس میگرفته و من جایی در اناجیل یادم فکر نمی کنم جایی باشه که عیسی مسیح اشاره به ده یک کرده باشه به صورت یک الگویی هست که استفاده میکنن نه که بگیم قانون خاصی بله. باشه و فکر می‌کنم اگه اجازه بدید ما راجع به ده یک جلسه خواهیم داشت پس که مفصل صحبت خواهیم بله بله جلسه داشت در مورد در یک ولی خواستم بدونم, بدونم که جزء آداب و رسوم البته ایسای مثلا یه جایی که هدایا برای معبد داشت جمع میشه که اون پیرزن میاد یه مبلغ خیلی کمی رو میده و ایسای مثلا میگه این بیشترین کمک پس معلومه که دادن هدایا در زمان مسیح هم کلیسای اولیه میگه از اون چیزی که داشتن برد. با هم یه درمیون میذاشتن ولی جزء رسمای اصلی گویا نیست این مورد بحث هست اگه اجازه بدین یک جلسه دیگه برای دانیال این ده پوندم بدیم <تصح birlikte> uh, خب برای یه سوال کرد اینجا پونزده پونزده <Kabul> <ların> خب ما به پنج تا واقعا رسم و عیاد مهم پرداختیم کریسمس، عید قیام، عید پنتیکاس و همینطور تعمید آب و عشای ربانی و چقدر افتخار هست که ایرانی ها در مراسم کریسمس و همینطور عید قیام یک نقشی نقشی میبخشید عید پنتیکاس و از ایرانی ها دخیل بودن برده. برای ما ایرانی ها چه افتخاری هست و فقط یک سوالی در رابطه با تعمید اگه اجازه بدین فقط به ذهنم بود و موقع بپرسم که ممکن برای بیننده هم باشه چون راجع به تعمید که صحبت کردیم اشاره شد راجع به تعمید یحیا در کلام خدا صحبت میشه و در اعمال رسولان باب 19 میگه که هنگامی که اپولوس در قرنتوس بود پولس بعد از گذر از نواحی مرتفی مرکزی به افسوس رسید در آنجا شاگردانی چند یافت و از ایشان پرسید آیا هنگامی که ایمان آوردید روح القدس را یافتید اونا گفتن ما حتی نشنیدیم که روح القدس است به ایشان گفت پس چه تعمیدی یافتید گفتن تعمید یهیا پولس گفت تعمید یحیی تعمید توبه بود او به قوم می گفت به آن که پس از او میآید ایمان بیاورند یعنی به عیسی و میگه چون این را شنیدن در نام خدا خداوند عیسی تمید گرفتن برد. پس آیا میتونیم نتیجه بگیم تمید یا تمید توبه بود و تمیدی سال که عیسی میگفت متفاوت این بود بله. برمیگرده اگر شما اناجیل رو هم بخونید به وضوح پول وقتی که مردم میرن و از یحیا وقتی که کاهنا میرن از یحیا میپرسن که آیا تو همون کسی هستی که باید بیاد میگه که بعد از من کسی میاد که اینو در میگه که میگه که اون دیگه مردم رو با آب تعمید نمیده بلکه با آتش و اون خرمن خودش رو میزنه و گیاه رو از بخش زایدش جدا میکنه خب پس به یه تفاوتی مسلما بین این دو نوع تعمید بوده که حتی خود یحیی میده من فهم کنم بزرگترین تفاوتی که بین تعمیدی که در مسیحیت با اون تعمیدی که یحیی میداده میشد گفت در همون مسئله آتش هست این آتش نمادی از چی از روح القدسه پس ما در تعمید مسیحیت من فکر میکنم بر اساس آیاتی که میتونیم ازش استنباط بکنیم ما همراه با نزول روح القدس هست خیلی از کسایی که تعمید میگیرن میگن لحظه تعمیدشون پر از روح میشن چون میکنن به زبان ها حرف میزنن و اون نشونه های روح القدس رو نشون میدن ولی در تعمید یحیا فقط یک گناهی بود که به صورت مقطعی پاک میشد تا تعمید بعدیشون و در ضمن تعمید به نام پدر پسر بر روح القدس انجام میشه گفته که س... من ببخشید این وسط چون وقتمون خیلی کمه گفته سلام آیا پنتیکاس شروع رابطه بدون واسطه انسان با خدا نبود چرا؟ شاید. این هم تعریف خیلی قشنگه بله چرا دقیقا این هم شده بردا تو آخر برنامه نسید خیلی ممنون برای اینکه که ما رو این رسمت یاری اگه دارم. شما یادداشت بکنید بکنین دعاها رو ممنون میشم رازیتا جان آزیتا. گفته که خودکار میخواییم پنج بود دارم و گفته که فریده گفته که برای شوهرم دعا کنید به خاطر مشکلات مالی که داره و ایشون گویا در زندان هم هستن فردا دادگاه دارن گفته براشون دعا کنیم دعا برای زندانیان مسیحی که خداوند اونها رو با رازی آزاد بکنه که در ایران هستن دعا برای جواب اقامت علی برادر مسیحا و عادل گفت همی درخواست دعا داشته نمیدونم برای چی فقط گفته که برام در دعا باشین دعا برای بیژن و همسرشون برای بچه دار شدنشون دعا برای سلامتی لیلا، سعید و حمید شاهروخ هم که اسمس داده بود الان نکته بسیار جالب گفته بود برای کارش گفته که دعا کنیم لیلا و... ها... حمید و سعید و آخرین مورد شاهروخ برای کارش, شاهروخ برای کارش. شاهروخ برای کارش. مرسی خدای پدر تو شکر میکنم این خداوندم که تو در مسیح تمام دعاهای ما رو با بلی و آمین جواب میده خداوند در این لحظه خداوند فریده و شوهرش رو برای مشکلات مالیشون شونه خداوند به حضورت میارم ای خداوندم در نام عیسی مسیح میخوام که برکت تو برای این دو عزیز باشه همینطور ای خداوند زندانیان مسیحی رو که ای خداوند در نام تو ای خداوند پا برجا بودن و ایستادگی کردن به خاطر نام تو و دارن جفا میبینن به حضورت میارم در این ایام کریسمس میخوام که ای خداوند تفقد کنی و اونها از زندان آزاد بشن ای خداوندم همینطور ای خداوند اقامت علی و مسیحا و عادل رو به حضورت میارم در نام عیسی مسیح میخوام که اقامت اونها رو خداوند بدی حمید رو خداوند و همینطور بیژن و همسرش برای بچه دار شدن به حضورت میارم ای خداوند برکت خانواده اونها در بچه هستش که میدونم خواست تو هستش و همینطور سلامتی لیلا حمید و سعید رو به حضورت میارم میخوام که خداوند در نام عیسی مسیح سلامتی اونها رو خداوند هر چه زودتر مهیا کنی و شاهرخ عزیز رو خداوندم که با ما تماس گرفت برای کارش ای خداوند میخوام که یاری کنی که بهترین کاری که در خور فرزند تو هست براش مهیاشه شه اینها رو در نام عیسی مسیح از تو پدر خوبمون میخوایم آمین خدا بر. آمین آمین مرسی کورو واقعا سپاسگزاریم مرسی از شما برای سوالایی که جواب دیم. ما تون تون سوالا هم پرسیدیم و شما خلاصه مختصر خوب بود جواب دادید من که امروز من روزی یه چیز جدیدم یاد گرفتی در رابطه با من از شما حتما اینا بالاخره چیز یاد گرفتم واقعا مرسی مرسی آموزنده بود خدا برکت بده از شما هم مرسی خدا ما از شما هم یاد گرفتیم خدا به شما 15 پوندتون یادتون نره هم بدهکاریم خب بینندگان عزیز خدمت شما ارز کنم که هفته آینده ما چهارشنبه برنامه زنده نخواهیم داشت حتما میپرسین چرا به خاطر تغییراتی که داریم انجام میدیم چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده تکرار برنامه ای ما رو خواهید دید البته خدمتتون الان ارز خواهم کرد که چه برنامه فردا پنجشنبه 21 آذر جایگاه حقوق بشر در مسیحیت با بردا منصور برجی در خدمتتون خواهیم بود دوشنبه هفته آینده 25 آذر خشونت‌های خانوادگی با خواهر شمیران دانیل سهشنبه هفته آینده 26 آذر کودکان کار قسمت دومش رو خواهید دید حتما یادتون هست که هفته پیش سه شنبه این موضوع رو ما قسمت یکمشو رو ادامه دادیم با خواهرش میران و بردمیلتن عزیز که این هفته هم خواهرش میران در خدمت شما خواهند پیشنهاد میکنم که سوالاتی دارید حتما در رابطه با این برنامه کودکان کار منو که خیلی تحت تاثیر قرار داد امیدوارم که شما هم تحت تاثیر این برنامه قرار بگیرید و اما چهارشنبه هفته آینده 27 آزر مم. تکرار برنامه تشخیص صدای خدا با برادر امیر بزجو که تکرارش رو خواهید دید در خدمتتون خواهیم صفحه فیسبوک ما رو یادتون نره لایک کنید تکرار برنامه ما رو از طریق یوتیوب و فیسبوک برنامه میتونین ببینید به اتفاق همه همکارانم هم، همه شما عزیزانم هم دست های خداوندمون ایسای مسیح می تا درودی دیگر بدرود شبتون بخیر. شبتون بخیر شبتون بخیر میشه رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی بسی